دینا شایی سلام. ردمی، پوکو، می، اینا اسمای مختلفی هستن که شیائومی گوشیاشو با این اسامی بیرون میده، ولی واقعا این سریای مختلف یا به اصطلاح ساب برند ها با هم دیگه چه تفاوتایی دارن؟ توی برنامه قبلی بهتون در مورد دلیل موفقیت شیائومی گفتم و یادم افتاد که حالا تا بحث شیائومی داغه، توی بررسی میازده لایت فکر میکنم توی همون بررسی بود ازتون پرسیدم که اگر دوست دارین یه برنامه بسازیم و تفاوت بین سریای مختلف شیائومی رو بهتون بگیم، که خیلی توی کامنت ها بهمون گفته بودین که دوست دارین که این تفاوت ها رو بدونین. برای همینم گفتم دیگه تا صحبت از شیائومیه این برنامه رو واسهتون ضبط کنم. خیلی سریع بریم سراغ ردمی که یه سریه که تمام تمرکزش روی بودجه و هزینه تمام شده اون گوشیه، یعنی میخواد سعی کنه که یه گوشیه برای کارهای سبکتر و روزمره تهیه بکنه و به بازار عرضه کنه که برای هر بودجه باشه، برای کمترین بودجه یعنی مناسب باشه. پس تمرکز این سری روی بودجه است. این به این معنی نیست که این گوشی ها بدن یا این سری مثلا گوشی های کم کیفیتی عرضه میکنه، نه، اتفاقا سعی میکنه که فقط توی اون بودجه با یه بودجه محدود بهترین چیزی که میشه رو ارائه بده. حالا مثلا اگر شما برید سراغ سری ردمی نوت، ردمی نوت یه مقداری از این سری بهتره از نظر مثلا دوربین و صفحه نمایش بزرگتری داره، ولی اینا بیشتر برای کارهای سبک‌تر هستن و کارهای روزمره و اتفاقا مثلا گوشی‌های خیلی خوبی هم هستن توی این سری که ما خیلی وقتا بهتون پیشنهادام کردیم. مثلا تا مدت‌ها ما ردمی نوت 9S رو به عنوان بهترین گوشی که میتونستیم توی بودجه کم خریداری کنیم معرفی می‌کردیم و واقعا هم گوشی بود که نسبت به قیمتش بهترین بود. این دقیقاً کاریه که توی این سری انجام میشه، با بودجه کم بهترین چیزی که میتونه رو ارائه میکنه. اما مثلا ضعفاش یا حالا چه چیزی باعث میشه که قیمتش پایین باشه، میگم برای اینکه اون قیمت رو پایین نگه داره مثلا میاد از پردازنده های مدیاتک یا اسنپ دراگون های میان رده و یه مقداری ضعیف‌تر استفاده میکنه. این میتونه مثلا، یا اینکه حالا دوربیناش دوربینای معمولی هستن که همونطور که گفتم توی ردمی نوت ها بهترن ولی بد نیستن، فقط معمولین. برسیم به سری پرطرفدار پوکو که این سری تمام تمرکزش روی پرفورمنس و پردازنده است. توی هر کدوم از گوشی‌هاش سعی می‌کنه بهترین پردازنده ممکن رو عرضه بکنه و اینکه خب بهترین پرفورمنس رو بهتون بده. پس این گوشی‌ها برای گیمینگ و کارهای سنگین در کنار کارهای روزمره‌تون عالی هستن، چون این سری تمام تمرکزش اینه که بیاد یه پردازنده پرچم‌دار رو توی یه گوشی خیلی ارزون قیمت‌تر به شما بده، که خب در کنارش از یه سری چیزای دیگه میزنه. مثلا توی پوکو F3 ما یه پردازنده داشتیم که از خیلی از پرچم‌دارام قوی تر بود، پس یه پردازنده پرچم‌دار داشتیم. در کنارش یه دوربین داشتیم که حتی میتونستیم بگیم که پایین رده محسوب میشد. یا مثلا توی پوکو X3 که با اون قیمتش یه پردازنده خیلی خوب داشت و هنوز هم داره، اما مثلا اومد صفحه نمایشش رو IPS LCD استفاده کرد. پس میده از یه سری چیزا میزنه که بهتون ولی پرفورمنس خیلی قوی بده. اگر میخواین یه گوشی بگیرین که با بودجتون، یعنی با اون بودجه که دارین بهترین پرفورمنس رو برای گیمینگ بگیرین، به نظرم پوکو میتونه انتخاب خیلی بهتری بین این سه تا سری واسهتون باشه. اما برسیم به سری می که به تازگی اخباری هم در اومد که گفتن داره این سری کلن حذف میشه و شیائومی از این به بعد میخواد به جای این سری با اسم شیائومی یا شیائومی دیگه برند سازی بکنه و این می حذف بشه از برنداش. اما این سری حالا تمرکزش چیه؟ کلن تمرکزش توی سریای پرچم داره، گوشیای پرچم داره. میاد مثلا اگر قصدتون خرید گوشی پرچم داره شیائومی باشه، باید از این سری خرید کنید. البته که از میان رده تا پرچم دار داره، یعنی مثلا مثل همون میازده لایت که میان رده محسوب شد، میان رده اون سری پرچم دارش بود، که خب تفاوتش مثلا با ردمی اینه که ردمی پایین رده تا میان رده بود و اصلا گوشی روزمره بود، ولی می تمرکزش روی پرچم داره. و اینکه کلا برای اینکه مثلا تمرکز روی ساخت و کیفیت ساخت و جنس بدنه بهتر میذاره و سعی میکنه توی اون قیمت که میگم از میان رده و معمولا حالا قیمتشون بالاتره، از میان رده تا پرچم دارش، خب به شما اون حس پریمیوم بودن گوشی پرچم دار رو بده.
اما از نقاط ضعفش میتونم بگم که مثلا از یه پرداز مثلا پردازنده خیلی قوی نداره، یا اگر داشته باشه هم معمولا دیده شده که یه سریاشون توی گیمینگ داغ میکنن. پس این یکی از ضعفایی که توی سریای می خیلی دیده شده که احتمالاً حالا امیدواریم بعداً این برطرف بشه و بهتر بشه. خب پس یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، ردمی که گوشی‌های پایین رده تا میان رده داشت و تمرکزش روی بودجه بود، اما سعی می‌کرد یه گوشی خوب برای کار روزمره رو توی اون بودجه جمع بکنه، با اون بودجه جمع بکنه. پوکو تمرکزش روی پرفورمنس بود، سعی میکنه بهترین، یعنی یه پردازنده پرچم داره توی یه گوشی ارزون قیمت به شما بده. میام که برای سریای کلا پرچم دارش یا میان رده تا پرچم داره و گوشیه که سعی میکنه حس با کیفیت تر بودن رو بهتون بده. این بود حالا از تفاوت‌های اصلی سریای مختلف گوشی‌های شیائومی. اگر شما تفاوت‌های دیگه‌ای راجبشون می‌دونین یا طرفدار سری خاصی از گوشی‌های شیائومی هستین، اگه طرفدار ردمی هستین، پوکو هستین یا می، حتما واسمون توی کامنت‌ها بنویسین، دلیلش هم بهمون بگین که چرا اون سری رو بیشتر از همه دوست دارین. و اینکه مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. من سعی کردم خیلی کوتاه و خیلی سریع این ویدیو براتون سری‌های مختلف رو توضیح بدم. خیلی ممنون میشیم که برای حمایت از ما به کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنین، حتی به کانال یوتیوب آپارتمان سابسکرایب کنین، این ویدیو رو لایک کنین. و اینکه اگر دوست دارین بیشتر با ما در ارتباط باشین، میتونین با یوزر @binoshakast ما رو توی توییتر، تلگرام، اینستاگرام و غیره پیدا کنین و اگر دوست داشتین فالومون کنین. خب اگر از این برنامه خوشتون اومده، ممنون میشم برای حمایت خدافظ میشه.